در نشست علمی بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامزلوه که روزانه با حضور علما، فضلا و عموم مؤمنان در بیت معظم الله در شهر مقدس قم برگزار می شود، روز گذشته 28 ذیقعده 1443 شخصی از معظم الله پرسید: مقصود از مشاهده در توقیع امام زمان عجل الله فرجه که فرمودند هر کس ادعای مشاهده کند دروغگوست، آیا صرف ادعای رؤیت آن حضرت است؟ الا فمن ادعا المشاهده قبل خروج السفیانی والصیحه فهو کذاب مفتر، بهار الانوار جلد 52 صفحه 152. پاسخ آیت الله العظمی شیرازی را با هم ببینیم و بشنویم. اصحاب الاربعه لمولانا عجل الله فرجه الشریف و صلوات الله و سلامه علیه، هذول النواب اي واحد كان يقرب من موته الامام كان يبعث له رساله يقول انت راح تموت، يقول للثاني عثمان بن سعيد محمد بن عثمان بن سعيد حسين بن روح والسمري. فرابع السمري من جاءت رساله الى السمري أنه موتك قريب صاير ولا توصل أحد، القيبة غيبة الكبرى تقع ولا توصل أحد، ألا فمن ادعى الرؤية. هذه المقدمة قرينة على أن الرؤية بعنوان النيابة الخاصة، مو الرؤية اللي هذا وذاك أحيانا يشوفون الإمام. يعني بعد هذه قرينة على أن المراد بالرؤية مو مطلق الرؤية، مو قضية حقيقية، الرؤية بعنوان أنه نائب، يعني بعد نائب خامس ماكو، هذا معنى. شما هم می توانید نشست علمی بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامزلوه را هر روز ساعت 12:15 به وقت محلی قم به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام مشاهده کنید.